برای بحث بیشتر روی این موضوع دکتر جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان در بحث با من هستند. سلام بر شما آقای مهدوی، ممنون از حضورتان به برنامه. آن چی از نتایج نشست دوحه بیرون شد چقدر قابل پیش بینی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام احترام خدمت بینندگان عزیز به شما. برداشت ما است که با تمام پیچیدگی‌هایی که بحث جنگ و صلح افغانستان داشته، سرعت پیشرفت صحبت‌ها بین گروه طالبان و هیئت آمریکایی من بسیار خوشبین هستم، یعنی با سرعت خوبی پیشرفته و امیدواری ها هر روز در حال بیشتر شدن است. شما تصور بکنید که تا کنون مطابق جدول زمانبندی که مشخص شده بود که در این نشست باید سر دو موضوع، بحث مبارزه با تروریسم و بحث خروج قوت‌های آمریکا از افغانستان، عملا یک موافقت اولیه یا ابتدایی صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که بحث سر جزئیات هم فاینل شد و عملا بحث بره به سمت مذاکرات بین الافغانی و اعلام آتش بس سراسری در افغانستان. یکی از بحث هایی که اینجا مطرح شده بریدن طالبان با القاعده است. آیا فکر میکنید طالبان از القاعده جدا شود و چی تضمینی وجود دارد در این رابطه؟ برداشت ما است که اگر طالبان به عنوان یک گروه حاشیه نشین عملا مطرح باشه، خب یقینا تضمین وجود نداره، یک گروه ناراض. اما طالبانی که بناس در مناسبات و در ساختار قدرت آینده افغانستان بخشی از مجموعه سیاسی تصمیم گیر باشه، یقینا تداوم ناامنی و بحران بیش از این که برای دیگر مجموعه سیاسی آسیب برسانه، یک ضعف سیاسی برای گروه طالبان خواهد بود. پس از برآمدن جزئیات نشست طالبان با ایالات متحده آمریکا، واکنش حکومت افغانستان را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ تا جایی که معلومات ما از طریق رسانه دریافت کردیم، واکنش حکومت افغانستان برخلاف دیگر موضع‌گیری های قبلی در این مرحله مثبت بوده و ما هم امیدوار هستیم که عملا بنبست سیاسی که در حال شکل گرفتن است و متاسفانه حکومت افغانستان بخش اصلی از این بنبست سیاسی است بشکنه و ما در آینده نزدیک بعد از توافق سر بحث خروج قوت‌های خارجی عملا در مذاکرات بین الافغانی شاهد مذاکرات به حال طرف نظام سیاسی افغانستان به رهبری حکومت افغانستان با گروه طالبان باشیم، چون با همه مشکلاتی که وجود داره و نقدهایی که به حکومت وجود داره، عملا حکومتی موجود میتونه نماینده رسمی و مشروع نظام سیاسی افغانستان در مذاکرات با گروه طالبان باشه. آقای مهدوی، هرگاه در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافقات صورت بگیره، فکر نمیکنین موارد از پیمان امنیتی با افغانستان نقض خواهد شد؟ من بس به عنوان کسی که عضو کمیسیون امور بین الملل بودم و به عنوان مخبر کمیسیون عملا این پیمان را دقیق مطالعه کردیم و در کمیسیون بارها سرش بحث کردیم و اشراف نسبی سر مواد و مفاد و مفاد موافقت نامه دارم، من فکر میکنم در بحث پروسه صلح عملا بحث موافقت نامه یا مواد موافقت نامه و یا استناد به موافقت نامه عملا منتفی است. من فکر میکنم در قدم اول خود طرف آمریکایی عملا عبور کرده از این موافقت نامه، بنابراین توسل به مواد توافق نامه در بحث مذاکرات فعلی صلح اساسا منتفی است و مشکل را حل نمیتونه بکنه. حالا بحث مهمتر این که چگونه حکومت افغانستان و با چی برنامه‌ای در مذاکرات بعدی داخل خواهد شد؟ خب تا جایی که ما معلومات داریم، حکومت انعطاف نشان داده در تعیین هیئت مشترک برای گرفتن از مجموعه جریان‌های سیاسی، انعطاف نشان داده. همین موضوع حکومت به ارتباط پیشرفت مذاکرات روز گذشته که نشر شد، یه هم یک میتونه یک پهن مثبت باشه. در مجموع حکومت افغانستان عملا چاره جز رفتن به سمت صلح نداره، چون صلح امروز تبدیل شده به گفتمان ملی، امروز صلح تبدیل شده به گفتمان جهانی و مقاومت کردن در برابر یک چنین موج قوی ملی و بین المللی برای یک حکومتی که از مشروعیت قانونی و حقوقی رنج میبره و عملا دچار بحران سیاسی است، من فکر میکنم یک موضع‌گیری عقلانه نیست. آتش بس به نظر شما چی زمان اتفاق خواهد افتاد؟ برداشت ما است که بعد از انجام توافق سر تعهد طالبان برای قطع ارتباط با گروه تروریستی و بحث خروج قوت‌های خارجی از افغانستان، قدم بعدی بحث آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی است. برداشت ما است که
مسئله اصلی همی دو مسئله است که پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته. سر موضوع آتش‌بس بسیار بحثی جدی نیست. یقیناً قدم بعدی از طرف طالبان یقیناً بحث آتش‌بس است و دیگه موضوعی وجود ندارد. بر ادامه این پیشرفت‌هایی که میان طالبان و نمایندگان ایالات متحده آمریکا وجود دارد، حالا گفته میشن که بحث برگزاری انتخابات هم به تعویق خواهد افتاد. فکر می‌کنید که در این همه مورد ایجاد حکومت موقت مطرح شود؟ خب بحث تعویق بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که متاسفانه گاهن دولت مردان از زبانشان میشنویم اساساً به لحاظ فنی منتفی است. باید بودجه قبلا تصویب میشد، باید کارهای مقدماتی صورت میگرفت، اعضای جدید در دو کمیسیون تا اینا سر کار حاکی میشه و چندین ماه را در بر میگیره. سر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان عملا منتفی است، میمونه بحث سیاسی. از طرف دیگه ما یک بحران جدی داریم در اول جوزا که عمر حکومت ختم میشه. ده. از طرف دیگه تا جایی که ما معلومات داریم یکی از شروط طالبان و اساسا مکانیزم عملی که معقول هم است و به لحاظ فنی معقول هست است که این حکومت نمیتونه زمینه های پیوستن طالبان را و بعد برگزاری انتخابات به طرف را برگزار بکنه. بحثی که وجود داره بحث بین حکومت موقت و حکومت سرپرست است، یعنی رئیس جمهور و معاونینش برطرف میشه و عملا یک کسی به عنوان سرپرست حکومت برای دو سال می که هم زمینه پیوستن طالبان و یا حزم طالبان در ساختار قدرت و هم برگزاری انتخابات شفاف و تعدیل قانون اساسی را او حکومتی بی‌طرف که خود از او کاندید هم نیست او میتونه برگزار بکنه و اساسا این حکومت را با توجه به موازی در برابر طالبان داره ما عملی نمیبینیم. بحث کنفرانس بونستیوم که از طرف آلمان ها مطرح شده یک بحث بسیار جدی است. تمام وضعیت به سمت میره که ما شاهد برگزاری بعد از گفتگوهای بین الافغانی شاهد برگزاری کنفرانس بونستیوم در آلمان خود بودیم و از دل کنفرانس مثل کنفرانس بون اول احتمالا رئیس یا سرپرست دولت انتخاب خواهد شد و او دولت میتونه که بس تعدیل قانون اساسی، پیوستن طالبان، اصلاحات در سکتورهای امنیتی و مجموعه قضایایی که پرسی سول را جنبه عملی و به حال اجرایی ببخشه. بله خیلی کوتاه اگر بگوین که هیئت همشمول چگونه یک هیئت است که انوار در رابطه با او صحبت میشه؟ هیئت همشمول هیئت است که مرکب از حکومت و مجموعه جریانهای سیاسی در بیرون از حکومت باشه. به عبارت دیگر هیئت همشمول هیئت است که از کلیت نظام سیاسی افغانستان نمایندگی بکنه و نه از یک مجموعه جریان خاصی مثلا جبهه مقاومت یا حکومت یا یک مجموعه سیاسی دیگر. اگر این هیئت نتونه یک هیئت همشمول جور شه و یقینا ما شاهد ایجاد مجموعه سیاسی جدید و بلند شدن صدای اعتراض و بنبست مذاکرات صلح خواهد. خیلی تشکر دکتر جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان. سپاسگزارم از وقتتان به برنامه.